چرا وقتای اخیر در کشور خدر دخترها گم میشوند؟ چرا؟ چرا تجاوز میشوند؟ چرا؟ آیا امنیت همین است؟ مفهومی امنیت اوی نیست که ما داریم یک کمیته امنیت راهبری سید مومن یعقوب تمام امنیت نه. باز هم میگم در کشوری که علما، مساجد، قرآن، سنت از بین می روه، منبرهایی که مردم دعوت به کاری خیر میکنه، مردم دعوت به کاری نیک، مردم از حرامی دور میکنه، در منبری که بجای چونین یک مسائل مهم بحث شوه می برویند از پیشوای ملت شکب میزنند، تبلیغ به نوروز میکنند، تبلیغ به استقلالیت میکنند، شکرانه پیشوای ملت میکنند، در حالی که باید منبر شکرانه پروردگار مردم دعوت بکنند. مسئله امنیت کشور تا امروز در تلویزیون و رادیوهاشون ما امنیت میگیم، ما حکومت البته که طرفدارای رژیم رحمانو از امنیت حرف میزنند. یک عکس بگذارین مرحمت. همین دختر گم شده است، نامش نصیبه، خانهشون جوی بادام ده. چرا وقتای اخیر در کشور خدر دخترها گم میشوند؟ چرا؟ چرا تجاوز میشوند؟ چرا؟ آیا امنیت همین است؟ مفهومی امنیت اوی نیست که ما داریم یک کمیته امنیت راهبری سید مومن یعقوب تمام امنیت نه. وقتی که در اینجا نفر گم شود این هم ربط داره به امنیت کشور که در کشور پس امنیت نیست. وقتی یک کودک تجاوز میشه این هم ربط داره که در کشور امنیت نیست. وقتی یک دختر در سر گلی لاله میره و سر گلی لاله گم شود پس باز هم در کشور امنیت نیست. پس دیدین که ما امنیت سالم نداریم. این یکم و آخرش نیست. طول همین یک هفته دو سه هفته آخر چندین نفر گم شدن. گیجومشان سوال به میون میبیو. در یک تاجیکستان خورد، خیلی خورد، در یک تاجیکستانی که وقت تصور میکنین یک نفر بعضی نفرها اصلا با طوری باید و شاید یک کشوری خیلی زمانوی، یک کشوری خیلی پیشرفته، یک کشوری از لحاظ نظامی و امنیتی خیلی مستحکم، از لحاظ فرهنگ و اقتصاد خیلی قوی تاجیکستان، ولی باری اول نیست که چون این دخترها تجاوز میشوند، گم میشوند، بینام و نشان میشوند. یعنی امنیت گفته چی رو پس در نظر دارین؟ درست است خانواده رحمانو زیر امنیت قرار دارد. یک شهردار دوشنبه وقتی از بستان سرایش از خونش شب برای به حکومت شهر کار میرود، پنج تا ماشین از پیش، پنج تا ماشین از قفا چیکار میکنه؟ امنیت میبرش میورش گرد خونه، گرد اطراف خونش نظامی ها همه درست مستحکم کرده که امنیت داره. بله من شک ندارم دخترها و نوره هاش، شافیر های مخصوص، کارگرای امنیت مخصوص چکو میکنن؟ امنیت داره، محافظت میکنن. بله امنیت هست، بله، اما مردم عادی امنیت نداره، مردم عادی زیر امنیت قرار نداره. پس یه نمیتوان گفت که امنیتی کشور، امنیتی اویله. کمیته امروزه یتیموف کمیته امنیتی ملی نیست. یعنی همه عباره ملی یا که ملت از بین بگیرین. کمیته امنیتی یک گروه. بله یک جنرال امنیت داره. بله یک سودی امنیت داره. بله یک پرکرور امنیت داره. ولی مردمی عادی امنیت نداره. من همی دختر کجا اومده کجا شد؟ در دوشنبه گم شو. در دوشنبه باید پایتخت یه مرکز باشه که الگو باشه. اگر ما میگفتیم در دریای نزد دریای پنج که در پنج در خب بعضی از مناطق های بدخشان کوهی که هم مرز به خطای است، بعضی از منطقه هایی که هم مرز به افغانستان است که کشوری جنگ داده ما میگیمش، اگر در اوجه ها یک نفر گم بشه خب میتونه یک مثال آورد. ولی در دوشنبه
در مرکز شهر وقتی که چنین حالت رخ میتیه پس گجاست امنیت گجا را نگاه میکنه. حتی آداب شهرداری را شما نتونستین داده که لااقل پای تخت از چنین افلاسی و بدبختی رها بکنه و یک پای تخت واقعا مرکز بسازین. پس ندارین های امنیت. فرهنگ شهرداری را شما ندارین. چون متخصص نیستین. چون مسئول نیستین. چون دلتون برای ملت نمیسوزه. خب این را میگیریم. نقطه دیگر. خب بگذارین. نوار را گوش میکنیم. بعد صحبت آمدیم. شهرک نوآبادی ناحیه رودکی را مقامات انتظامی بعد یک روز ناپدیدشوی از حاجتخانه همسایه پیدا کردند. با درخواست مقامات ساکنان جسد را بیرون کردند. همش تای خوک بود در یک دستش هم خیلی تنجش دید. نمویون بود تموم. و کفتیم برواردیم که کلش نیست تنش با. و خیلی چی شب برواردیم جسد شب برواردیم و دیم دفت بود کفتیم و کلش یفت. حادثه ساعت 14 روز یکشنبه 4 ایول اتفاق افتاده است. با گفته پیوندان رفیده برای قضای حاجت به منزل بیبی اش می رفت. اما در فاصله چند متر ناپدید می شود. بگشید. که با دیگه آغازه دروازه بلند شید کده غیب زده دزیده. خیلی دیگه با خیلی کفتکو و دیگه موبانی زمین ایسوسی و خیلی همه هم بسیارشته ای قرش ای طرف ای قرش ای طرف تو ساعت یکی شب ملیسو کدیم جدین سکتی که سک با گمان تجاوز و قتل دخترچه 8 ساله همسایه آنها رحمت الله گدایی 30 ساله بازداشت شده است. وزارت کارهای داخلی بازداشت فرد گمانبر را تصدیق کرده میگوید حادثه را دادستانی ناحیه رودکی تحقیق دارد. حالا درهای منزل او بسته است و حتی نزدیکانش هم خانه را ترک کردند. معلوم نیست آنها درباره این حادثه چی نظر دارند. بعضی ساکنان از حالتهای در گذشته شبهناک مردی بازداشت شده صحبت میکنند. دخترچه من صنف 8 بود. اوزی صنف 11 است. همون گودک ما گفت که اوچجون یک گاو زنم تونه ده هیچ که نگویه. با گفتم چی؟ همون آقای رحمت الله گفت طرف من نغمه میکنه چشمک میزنه. گفتم دیوونه ای وای خیلی بچه نیسته. اوچه گفت خود زنم آیا که طرف من خیلی نغمه میکنه. من گفتم گذشته دیگه سلام نته نگو نکن. حالا والدین رفیدوی غورامرگ انتظار تنتنه عدالت هستند. عدالتی که شاید درد از دست دادن فرزند را برای آنها سبکتر کند. قتل مثال من ممکن کمی برامادم میدونی سومانی در کشفال میکنم شد سنشال میکنم شد که اگم بفید. رفایدوی غورامرگ دوگانیک است و چند روز پس زادروز داشت. زادروزی که دیگر هیچ فرا نمی رسد و جز آن که داغ فرزند را در دل پدر و مادر و نزدیکان عمیق‌تر. خب بگذاریم عکس بسته مانش بسته. واقعاً سون عزیز بسیار سخت است. درست است. من در کامنت ها رو نظر کردم. یادم یک نفری یکی جنایت در همه کشورها هست. درست است جنایت در همه کشورها هست. اما نباید ما همچون یک مردم مسلمان چون یک کرداری احمقی بکنیم. یعنی این بچی زمانت میدهن. در کشوری که باز هم میگم در کشوری که علما مساجد قرآن سنت از بین میروه منبرهایی که مردم دعوت به کاری خیر میکنه مردم دعوت به کاری نیک مردم از حرامی دور میکنه در منبری که بجای چونین یک مسائل های مهم بحث شوه میبرویند از پیشوای ملت شکب میزنند تبلیغ به نوروز میکنند تبلیغ به استقلالیت میکنند شکرانه پیشوای ملت میکنند در حالی که باید منبر شکرانه پروردگار مردم دعوت بکنند بجای که منبر در زندگی بهترین از انسان ها در روی زمین ها که امریکا هست قبول داره که پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم بهترین از انسان در روی زمین بود دولتی او بهترین دولت بود آنها ذکر میکنند در اون منبرها
اینها میگن زندگی رحمانوف میگن. در کشوری که فساد در درجه بالاست، آیا از او کشور چی انتظار باید شد؟ چی باید انتظار شد؟ یعنی نباید امروز در زیر کومن یک جوان نویسه کنه که ای شما چی میگن جنایت در همه کشور هست. درست است، هست در بعضی کشور ها، اما در بعضی کشور ها نیست. ولی سر رای این گرفته میشه، یک نفر، یک نفر برای گذاشتن روسری یا که برای گذاشتن یک ریش یا که برای خواندن یک نماز، برای تعلیم دادن قرآن برای یک نفر تا 20 سال روانه زندان میشوه، ولی یک تجاوزکار آزاد است. آزاد است. تمام فرزند نه 80% فرزندان منصبداران و پولدارا مگر تجاوز نمیکنن؟ اگر نه، پس چرا اینقدر دخترها گم میشوند و در حالت تجاوز پیدا میشوند، مرگشون، جسدشون؟ کی اونها رو تجاوز میکنه؟ کی؟ کی؟ سوال. ولی چه با کدام مسئولیت، با کدام عقل شما در اینجا نویسته میکنید که در همه جای جنایت هست، بیگزار باشه؟ اما ما باید الگو باشیم، ما باید سیرای جنایت هم بگیریم. ما نباید امروز در اینجا حکومت رحمان و درست های بگیم، هر یک نفر، هر یک شخص مسئول است، بگی بله، پس ما امنیت نداریم، پس ما فرهنگ سالم نداریم این شب روز، پس ما مرکه ها، برنامه های درست در تلویزیون و رادیو ما نداریم. نیست برنامه درست، نیست مردم برای درست شما تعلیم و تربیه نمیتین، در مکتب ها نظام درست نیست، در تلویزیون و رادیو برنامه درست نیست، در صفحه تاجیکی یوتیوب تاجیکی وقتی داخل میشی پر از افلاسی است، پر از کثیفی است، یگان برنامه درست در تلویزیون و رادیو نیست، فقط رقص، بازی، کنسرت، چوربینی های پوچ و بی‌معنی، ایده های پوچ و بی‌معنی. چرا در یگان شبکه تلویزیونی برنامه تعلیمی نیست؟ چرا؟ چرا نیست؟ چند سال پیش حکومت رحمانوف جشن امام اعظم را جشن گرفتین، از اون میفخریم که ما بخاری داریم، چرا در تلویزیون و رادیوها زندگی آنها را برای مردم نمیگین؟ چرا؟ چرا از کینه‌های پوچ و بی‌معنی خارجی با ترجمه میکنین برای مردم میرسونین؟ چرا کینه‌های خوبی که در خارج پیشکش میکنن و با سبب فرهنگ و با سبب اخلاق خوب یک انسان، یک مسلمان، چرا آنها رو برای مردم نمیرسونید؟ یعنی فاجعه، مشکل در اینجا چی است؟ شاید باشه در بیست بعضی کشورها هست چون این حالت ها، اما ما باید فرق کننده باشیم. چه شما طرفدار یه هستی که در همه کشور چون این جنایت هست، بگذار باشه، اما نباید ما اجازت بدیم. بچه یک کودک نورس است. این حالت ما در روسیه در قضای هویدا دیده بودیم. تا امروز پرونده خواب است. تجاوزکار آشکار است. معلوم است که است. فکت و دلیل اثبات شده که است. ولی تا امروز زنده نشده است. 3 سال طول میکشه.